الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام تشريف أوري شمارة ببرنامج افتتاح دوري تفسير القرآن عظيم الشان خوش آمدید میگم و الله متعال به هر قدم به شما اجر بی پایان رو نصیب بگردانه چون مجلس ما مجلس قرآنی هست ایجاب میکند تا مجلس خود را با آیات قرآن کریم که توسط محترم مولوی صاحب عبدالحمید سعید مؤذن مسجد جامع جیب الرحمن تلاوت میگردد مجلس خود را انشاءالله آغاز کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن سبحان الله
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بايز حارة سباس از محترم مولوی صاحب عبدالحمید سعید که با تلاوت قرآن عظیم الشان مجلس ما و شما را منورتر ساختن. قسمی که شما در جریان هستین، در سالهای قبل هم ما ترجمه و تفسیر قرآن کریم را آغاز کرده بودیم و بسیار دوستا و مشترکین استفاده بردن و بسیار اظهار سپاس می کردن. امسال هم به عموم منوال دوره ما انشاءالله آغاز میشه و دوره تفسیر قرآن کریم که امروز شنبه 16 جوزا آغاز میشه انشاءالله تا به ختم رمضان ادامه داره و اراده انشاءالله چنین است که دوره مکمل تمام شود انشاءالله. در ابتدا هم اراده داشتیم که دوره ترجمه و تفسیر قرآن کریم با ختم قرآن کریم یک جا پیش بره، یعنی قسمی که در خطبه دیروز هم تذکر داده شد. ما میخواستیم که و امی اراده را هم داریم انشاءالله خدا توفیق نصیب کنه، برادرایی که در روز یا خواهرایی که در روز ترجمه قرآن کریم را میشنوند با مفاهیم و با حکایات با احکام آگاهی میابند میفهمند و اونها را کوشش میکنیم که در شب در تلاوت در تراوی بشنوند و در پهلوی از اینکه از لفظ قرآن کریم لذت میبرند از معنای هزو هم بفهمند تا خشوع و خضوع درست انشاءالله به وجود بیاید. باز هم کوشش میکنیم که یک هماهنگی بین ترجمه و ختم قرآن کریم باشه و همه روزه از ساعت 1:30 بجه تا 5 بجه این ادامه داره و با ختم ترجمه قرآن کریم یا با ختم نماز تراویح انشاءالله یک جا ختم میشه و در پهلوی از او برای خواهرها هم جای مناسبی است، راه مستقل هست، جای وضوی مستقل هست، نماز یعنی جای نمازشان همه چیز مستقل هستن، میدانه که بسیار مطمئن بیان و تشریف بیارن و اشتراک کنن و استفاده برن انشاءالله و کوشش میکنن که با وجه انشاءالله تدریس صورت بگیره که همه برادرها از این استفاده بگیرن و بفهمن انشاءالله و در پهلوی از او در ختم به هر برنامه به سوالاتی هم که در این مورد هست انشاءالله پاسخ داده میشه. الله متعال توفیق نصیب کنه که ما شما از او استفاده درست بگیریم انشاءالله و استاد هم به اساس مصروفیت هایی که داشتن لطف کردن، شفقت کردن و تعهد هم کردن که ما انشاءالله آماده هستم خود را وقف کردن و الله متعال به اونها هم صحت کامل نصیب کنه که انشاءالله به ما همیشه باشن و سفرهایی هم که داشتن کنسل کردن و حذف کردن و از او صرف نظر کردن، گفتن که ما خدا وقف میکنم و اگر سفرهای دیگر هم تنظیم شده باشن ما به خدا وقف کردیم انشاءالله و ما شما انشاءالله خدا وقف میکنیم، چرا که هر چقدر که با فهم قرآن آشنایی پیدا بکنیم، با معانی قرآن آشنایی پیدا بکنیم، بهترین زندگی بر ما شما نصیب میشه، با زندگی میفهمیم و اگر با قرآن آشنا شدیم هیچ وقت ما شما نه فریب شیطانهای انسی را میخوریم و نه هم فریب شیطانهای جنی را. صلح و امنیت، اتفاق و احساس همه با شناخت و فهم معانی قرآن به دست میاد. الله متعال توفیق نصیب کنه انشاءالله. در این بخش از پروگرام سخنان داریم محترم مولوی صاحب فضل کریم سراجی، رئیس امور انسجام مساجد افغانستان که تشریف آوردن، از اینها خواهش میکنم تا تشریف آوردن و سخنان ارزشمند خود ما شما را مستفید گرداند. محترم مولوی صاحب فضل کریم سراج. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. صدق الله العظیم. جزای علمای بزرگوار به خصوص برادر مجاهد عالم و دانشمند دکتر خموش هروی حفظه الله تبارک و تعالی که در مجلس ما و شما حضور دارند و الحمدلله صاحب ترجمه های بسیار مفید
و خوب برای ملت مظلوم و ستم دیده ما شما هستن. الله اینا را حفظ بکنه. جمع علمای بزرگواری که در اینجا تشریف دارن. دوستا، آیه که به حضورتان تلاوت شد، الله سبحانه و تعالی قرآن کریم را به معرفی میگیره، قرآن عظیم شان را برای بنده هاش معرفی میکنه که چگونه کتاب هست. الله سبحانه و تعالی این کتاب را معرفی میکنه چنین: کتابون، این کتاب یعنی قرآن عظیم شان. علما میفرمایند تنوینی که در اینجا وجود داره برای تعظیم است، یعنی کتاب بسیار عظیم و بزرگ. انزلناه الیک، که ما این کتاب را به تو نازل کردیم. نازل کنندهش الله سبحانه و تعالی. ای خود دیگه عظمت و بزرگی کتاب را به معرفی میگیره، یعنی کتاب عادی نیست، این مکتوب از جانب پروردگار خالق کائنات شرف نزول پیدا کرده، یعنی روان کننده از این کتاب خالق کائنات است. الیک، به سوی تو ای پیامبر علیه الصلاة و السلام، رحمت للعالمین، گیرنده از این کتاب، سینه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ظرف صفا و ظرف بسیار پاکیزه که آماده نزول و یا آماده گرفتن قرآن عظیم شان است. ای دیگه عظمت قرآن را بلند میبره. کتاب بسیار عظیم و بزرگ. انزلناه، الله میگه ما نازل کردیم این کتاب را. الیک، به سوی تو ای پیامبر صادق امین رحمت للعالمین. ای چقدر سجایای کتاب بیان میشه تا ای که بنده ها متوجه شوند، بنده ها خوب غور بکنن و فکر بکنن، با بینش تام به این کتاب روی بیارن. مبارکون، بعد این کتاب را دیگه صفت میکنه. این کتابی که معرفی شد از جانب الله آمد، با محمد رسول الله شرف نزول پیدا کرد، این چرا احتوا میکنه؟ مبارکون، این کتاب بس عظیم و بزرگ پربرکت است. علما میفرمایند که اگر مبارک را به شکل مختصر ترجمه و تفسیر شوه، یعنی در این کتاب خیر عظیم هست، در این کتاب خیر فراوان وجود داره. هر کسی به این کتاب روی بیاره کامیاب میشه. هر کسی که به این کتاب پناه بیاره الله را پناه میده. هر کسی که به این کتاب عمل بکنه الله عزتش میده. این کتاب بسیار کتاب عظیم و پربرکت است. قاری ازی با برکت، حافظش با برکت، عالمش با برکت. در کاغذی که نوشته میشه پر برکت. کاغذ عادی از دوستای گرامی، اما در او کاغذی که قرآن نوشته میشه، او چنان عظمت و بزرگی پیدا میکنه که او را هیچ کس توانمندی زیر نداره که سوی ادب به طرف ازو بکنه. کتاب کاغذی که نوشته میشه، در جایی که قرآن گذاشته میشه، مکان گذاشتن قرآن کریم پر برکت. میز یک چوب عادی از دوستای گرامی، از اون میشه هر چیز جور بکنی، چوکی جور بکنی سرش بشینی، میشه که فرش جورش بکنی، اما وقتی که میز این میز قرآن جور میشه، این برکت پیدا میکنه، همه گیور ادب میکنن، پای خود را از او بلند نمیکنن. چرا؟ که در اینجا قرآن گذاشته میشه. مبارکون، این کتاب بسیار پر برکت است. خواه با این کتاب چی عمل صورت بگیره؟ لیدبرو آیاتیهی، تا این که بنده های پروردگار به آیات ازی فکر بکنن، غور بکنن، بخوانند، معنایش را بدانند، تا ای که به ای کتاب عمل صورت بگیره و عزت دنیا و آخرت را از آن خود بسازند. ولیتذکر اولو الالباب، تا این که صاحبان خرد از این پند بگیرن، از این موعظه بگیرن، از این کتاب پلان زندگی خود را عیار بکنن. زندگی بسیار مختصر و کوتاه، اما مسئولیت بسیار عظیم و بزرگ در پیش روی، سفر بسیار طولانی و خطرناک در پیش روی. از زمین بعد از اینکه انسان بعد از مرگ تا قیامت، از قیامت تا رفتن به جنت خیلی سفر طولانی است، اما توسط این کتاب میشه که این سفر را کوتاه کرد. توسط این کتاب میشه که مصائب و مشکلات و مشقت هایی که در مسیر را وجود داره توسط این کتاب را برطرف کرد.
توسط این کتاب میشه که انسان از متن جهنم، از پشت جهنم به سهولت عبور کرد. دوستای گرامی، ما شما سفر بسیار خطرناک را در پیش رو داریم. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند که بالای جهنم پل مانده میشه، از این انسان ها حتما عبور کرده نیستن و قرآن کریم هم به این گواه است. اما عبور چگونه صورت میگیره؟ مختصر میگم دوستا، پیامبر علیه السلام میگه عده به مثل برق از اینجا عبور میکنن، عده به مثل باد از اینجا عبور میکنن، عده مانند سوارکار تیز پیاده افتیده و غلطیده، بالاخره وجودشان خراشیده و بالاخره بعضی هم در وسط در جهنم میفته. این توسط چی میشه که کسی مثل برق تیر میشه، کسی مثل باد تیر میشه؟ او پیام از این کتاب گرفته میشه دوستا. هر کسی که به این کتاب ایمان میاره، این کتاب را میخونه، معنایش را میفهمه، عمل میکنه، باور داشته باشه که مانند برق از اینجا عبور میکنه، حلالش را حلال بدانه، حرامش را حرام بدانه، به اوامرش عمل بکنه، از نواهیش پرهیز بکنه، خود به خود این سفر طولانی پر مشقت از پیشش بسیار زیاد به سهولت ای را عبور میکنه، رضای پروردگار نصیبش میشه و این قرآن در قیامت هم شفاعتش را میکنه. از این جهت دوستای گرامی، آیه کریمه که به حضورتان تلاوت کردم، قسمی که ما من حیث یک مسلمان مسئولیت ما این است که لفظ قرآن کریم را بدانیم، به می قسم مسئولیت فرد ما مسلمان ها ای است که معنای قرآن کریم را حتی قدمی قدر بفهمیم که حلال و حرامش را بشناسیم. و این ممکن نیست مسلمان ها، جز ای که ما بیایم در پیش استاد زانو بزنیم و این قرآن را از استاد بیاموزیم. بیاد داشته باشین، از مطالعه تنهایی ما نمیتونیم دین را بیاموزیم. ای دین سلسلش امی از حکمت پروردگار امی بود که الله توسط جبرائیل به محمد رسول الله قرآن را آموخت، محمد رسول الله به اصحاب بزرگوار، سلسلتاً تا زمان ما و شما رسیدگی است. و امو علم پربار و پرفیض ثابت شده، تاریخ امی را ثابت کرده که ما علم سینه به سینه باشه، علمی که از استاد گرفته شده باشه. الله سبحانه و تعالی شیخ القرآن استاد عبدالسلام عابد حفظه الله را در امان خودش داشته باشه. پروردگار در عمرش برکت بندازه، صحت کامل برش نصیب بگردانه که این زمینه را برای ما و شما فراهم ساخته دوستا. و از این فرصت طلایی باید ما بسیار استفاده اعظمی بکنیم. در عمر هیچ اعتبار نیست. وقتی که ما ایمان داریم که کتاب بزرگ است، ایمان داریم که این کتاب بسیار عظیم است، ایمان داریم که این کتاب بسیار پرفیض است، این کتاب به درد انسان میخوره، اینم باید داشته باشین که برای از این کتاب باید ما وقت بدیم، به خواندنش، به فهم معانیش و برای پیش استاد نشستن و این معانی ازیرا خواندن و درک کردن. بازم از جناب استاد تشکر میکنیم که این زمینه را برای ملت و برای جوانا و مسافدا و خواهرها و برادرا فراهم ساختن، وقت دادن، سفرهای خود را لغو کردن. طبعا که از لحاظ صحت هم گاه گاهی مریض میباشن، این همت را گماشتن که در خدمت ما و شما قرار بگیرن و ما و شما هم باید از این فرصت استفاده اعظمی بکنیم، نیت بکنیم. پروردگار طبق نیت ما فیصله میکنه. ما نیت ما می باشه، عزم ما این باشه که تا آخرین درس در اینجا می باشیم، الله سهولتا را انشاءالله العزیز در پیش روی ما و شما میره. پروردگار همه ما و شما را توفیق عمل نصیب بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ترجمه جدولی قرآن از اون شان هست که به قسم جدولی ترجمه کردن و خدمت بسیار بزرگی کردن، الله مطالب اینها اجر و پاداش نصیب کنه. جناب استادی خدمات کردن، از ایشان تقاضا میکنم تا تشریف آوردن مختصرا صحبت با ما داشته باشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستهدیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما يجازيه أستاذ وزرقوان أزده
شيخ القرآن والحديث أستاذ بزرگوار مشهور جرام ولي شبابيت جرام أستاذ خانيت برادر بزرگوار أستاذ باتران اصل مجلس ما به شما مجلس قرآن است. رسول خدا صلی الله قبل از اینکه حدیث و آیه ترجمه کنم اولا خدا این هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام در شرایطی که من و شما راه ها متعدد شده، احزاب متعدد شده، گروه ها و فرقه ها متعدد شده، یگانه راهی که می تواند انسان به سعادت دنیا و آخرت برسانه همین چیزی که خدا می فرماید ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام. این قرآن به راهی هدایت میکنه که او راه استوارتر است، او راه صحیح تر است، او راه پایدارتر و استوارتر است. و رسول خدا علیه الصلاه و السلام می فرماید که بهترین شما کسی است که قرآن بیاموزه و به دیگران تعلیم بده. و حدیثی داریم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، هر وقت نام مبارک رسول خدا برده میشه ما به شما باید بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. حق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سر ما به شما زیاد است و این نعمت اسلام ما به شما مرهون زحمات او بزرگوار است و اصحاب و یارانش و اولادش. میفرمایند که ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. دو چیز گرانبها را در میان شما گذاشتم که اگر شما به اونها چنگ بزنیم گمراه نمیشیم. یکی از وظایف انبیاء است که خداوند میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن کریم برای تو روان کردیم که این قرآن را به شکل واضح روشن برای مردم بیان بکنیم. یعنی نه تنهایی که قرآن به تنهایی بسنده نیست، یعنی پیامبر وظیفه داره قرآن به ما شما بیان بکنه و احادیث صحیح رسول خدا علیه الصلاه و السلام مبین قرآن است. قرآن بدون حدیث و حدیث بدون قرآن کامل نیست، هر دو یک مجموعه است. و ما متاسفانه یک دیگه آیه مبارکه داریم که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. خداوند میفرماید هر پیامبر به زبان قومش فرستادیم که احکام دین به زبان مردم به اونا بیان. در گذشته ما از این سعادت کمتر برخوردار بودیم. نمیگیم نقش علمای ما طلبه های کوچک هستیم، هر چی که کوشش کنیم 60 سال عمر کردیم 60 سال دیگه هم که عمر بکنیم به علمای خود به عنوان شاگرد علمای خود نمیرسیم. ولی واقعیت است که ترجمه قرآن کریم که الحمدلله الان مروج است و استادای بزرگوار با شما در ترویجش تلاش و مساعیش و روزی دارن، وقت خود و امو توانایی های خود و تلاش خود صرف فهمش میکنند و صرف تفسیرش میکنند، نعمت عظیم است که برای جامعه ما و شما در حقیقت یکی از دستاورده های جهاد عظیم ملت مسلمان افغانستان است. شاید در گذشته ما کمتر این سعادت داشتیم، الحمدلله از برکت جهاد ملت مسلمان افغانستان در پهلوی تحولات بین المللی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و که آورده، یکی از او دستاورده هایی است که با هجرت ها همیشه کتاب به نام هجرت و تمدن یک دانشمند نوشته، همیشه تمدن های انسانی زاده هجرت هاست. الحمدلله یکی از دستاورده هایش همیست که امروز ما و شما الحمدلله در جلسات استادای بزرگ خود شیوخ قرآن و حدیث می نشینیم و با اخلاص گوش می دیم به بیانات اونها تا این قرآنی که الله تعالی برای سعادت دنیا و آخرت ما و شما آورده او را بفهمیم و درک بکنیم برای این که عمل بکنیم. و ما همین شعر اقبال لاهوری یاد می کنم. اقبال لاهوری کسی میگه که بسیار زیباست اشعار اقبال، راست گویم آنچه در دل مزمر است این کتاب نیست چیزی دیگر است، چون که در جان شد جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. الله تعالی ما و شما را جمله کسانی بگردانه که در این محضر پرفیض استاد بزرگوار زیادتر شرکت بکنیم و به گوش جان سخنان شیخ القرآن و تفسیر خود بشنویم و انشاءالله از این درس ها مستفید شویم. الله تعالی ما و شما را بندهای صالح خود بگردانه انشاءالله، برکت اخلاص مفسران ما و محدثان ما و علمای ما
رهبران ما و بزرگان ما را به اصلاح بفرمایه، در خط قرآن و حدیث و دعوت شبان بکنه و حکومت اسلامی که ایدئال من و شما و خواسته شهدای ما و آرزوهای بلند شهدای ما به شماست در افغانستان عملی بگردانه. و ما ذلک علی الله بعزیز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با اظهار سپاس از استاد محترم که تشریف آوردن و بسیار ارزشمند فرمودن، و الله مطالب ما شما توفیق نصیب کنه که تا در جلسات قرآنی حاضر شویم و آنچه که به ما دستور داده می شود از انجام آن عملی کنیم، و از آنچه که منع می شیم الله متعال توفیق و اجتناب را نصیب بگردن انشاءالله. در این بخش از پروگرام از محترم دکتر صفت الله قانت عضو اجرایی جمعیت اصلاح افغانستان خواهش میکنیم تا تشریف آورده از سخنان ارزشمند خود ما شما را مستفید سازد. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلت آیاته کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور صدق الله العظیم. د ډیر محترم او قدرمن شیخ القران صاحب مولوی صاحب ابو السلام عابد، نور علماء کرام او په خصوصی ډول د ډاکټر صاحب خاموش هروی په اجازه، حقیقت دا دی چې قرآن عظیم الشان هغه کتاب دی چې الله جل جلاله د بشریت د لارښوونې دپاره د جبرائیل امین په وسیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې را نازل کړی دی. کله چې دا کتاب نازل شو په هغه زمانه کې هر طرف ته تیاری خورې وې، جاهلیتونه و، مشکلات و، مختلف امراض و. د دې کتاب په نزول سره موږ ولیدل چې هغه تیاری هم پورته شوې، مشکلات هم حل شو، او یو ایدال نظام د ځمکې په مخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رهبرۍ او د هغې نه وروسته د خلفای راشدینو په رهبرۍ کې قائم شو او بشریت ته یو نمونه وړاندې کړله. بیا موږ ګورو چې د تاریخ په اوږدو کې کلم د دې کتاب سره چې د الله جل جلاله له خوا نه د بشریت د لارښوونې دپاره د مشکل د ټولو مشکلاتو د حل دپاره نازل شوی دی، د ټولو امراضو د علاج نسخه ده. په دې کې د ټولو امراضو تشخیص دی، دوا ده. کلم چې دا کتاب خپل کړی ګورو چې اصلا ټول مشکلات په دې باندې حل شوي دي، ټول امراض په دې سر معالجه شوي دي، او بشریت په دې باندې ترقی خواته تلی. اسلامي امت ترقی کړې ده، نور وروسته پاتې شوي دي. یوه هغه زمانه وه چې اروپا چې نن په روشنفکرۍ باندې یادیږي، اروپا په تیارو کې ژوند کوو. اسلامي امت چې په دې کتاب باندې عمل کړی و، دا کتاب یې د خپل لارې مشال ګرځولی و، د خپل لارښوونې دپاره یګانه مشال ګرځولی و. په هغه وخت کې دا امت د عروج په مرحلو کې و، او غرب په تیارو کې و، ټیټو مرحلو کې و. غرب علم نه پیژنده، اروپا علم نه پیژنده. تاسې چې هغه تاریخ مطالعه کوئ انسان ته به پته ولګېږي چې دا اوس هغوی ځان ډېر روشن فکران ګڼي او ډېر مهم خلک ګڼي، هغوی سره هېڅ هم نه و. د کاغذ ورقه یې نه پېژندله. دغه د کاغذ ورقه د عالم اسلام نه اروپا ته تللې ده، او بیا خوشبختانه چې دغه د کاغذ ورقه د لومړي ځل لپاره په خراسان زمین کې جوړه شوې ده، او دې خراسان زمین نه بغداد ته، بغداد نه اندلس ته، او بیا د اندلس نه اروپا نقل کړله. دغه مختلف علوم چې په مختلفو اشکالو باندې نن د اروپا سره ساینسي علوم، طبي علوم، انجینري وغیره علوم موجود دي، د دې ټول اساتذه الحمدلله مسلمانان، ابن سینا، ابن رشد وغیره، ټول د دغه عالم اسلام.
د دغه زوینه زین د هغوی دا هر څه واخیستل، خو دا هغه مرحله وه چې اسلامي امت په دې کتاب باندې منګولې لګولې وې. دا کتاب یې د خپلې د مشکلاتو د حل دپاره حلال ګرځولی و، د خپلو امراضو د علاج دپاره یې یوازینۍ نسخه ګرځولې وه چې زمونږ د امراضو مشکلات یوازې په دغه کتاب کې دي او بس. خو په مرور د زمانې سره کله چې د کتاب سره فاصله ونیول شوه، موږ ولیدل چې اسلامي امت په ځمکه باندې راپرېوت او بیا داسې ضربه وخوړله چې تر ننه پورې اسلامي امت د مشکلاتو سره شپې ورځې سبا کوي. آخرین د مسلمانانو د وحدت سمبول ترکی اسلامي خلافت چې کله سقوط کیږي، په همدې وجه سقوط کیږي چې دې کتاب سره فاصله نیولې وه او په چټیاتو باندې اسلامي امت سره، په دې معنی چې منطق دی، فلسفه ده، بل شی دی، بل شی دی، په داسې شیانو کې صرف په ځای د دې چې منطق او فلسفه او هغې ته توجه وکړي، کتاب او سنت یې پرېښودل. او دا په یو ورځ کې نه شوي چې په یو ورځ کې شوي، بلکې په یو متمادي زمان کې، په یو طولاني زمان کې، په څو قرونو کې دا کار شوی و. الحمدلله چې نن یو ځل بیا په اسلامي امت کې دا بیداری ویښتابه او دا صحوه را پیدا شوې ده چې د دې کتاب سره څنګه خپله رابطه بسته کړي، د دې کتاب د تفسیر سنتو سره څنګه خپله رابطه بسته کړي. موږ ګورو چې الحمدلله د ټول امت لر سر نه تر بر سره پورې د دې کتاب سره د پیوستون دپاره په مختلفو اشکالو باندې، د دې د تفهیم دپاره، د دې د پوهاوي دپاره او د دې د زده کړې دپاره کار روان دی. په دې اواخرو کې چې څومره تفاسیر لیکل شوي دي، په گذشتو کې دومره تفاسیر نه و لیکل شوي، په مختلفو ژبو باندې، په مختلفو طریقو باندې ترجمې لیکل شوي دي، مختلفو ژبو باندې، مختلف افراد لخوانه، مؤلفین لخوانه، د یوې ژبې نه بلې ته ترجمه شوي ده، بلې نه بلې ته ترجمه شوي دي. دا د ویښتابه هغه موج دی چې په دې امت کې پیدا شو. موږ او تاسو کې دغسې خلک شاهد دي د دې صحنې چې د ظاهرشاه او داود خان د آخري زمانې پورې چا د دې قرآن سره څه ارتباط نه لرو ده. لوی لوی مدرسې وي دلته، لوی لوی علما او متاسفانه دلته، الله دې د هغوی جهود قبول کړي. منطق تدریسېده، فلسفه تدریسېدله، معانی و صرف و بلاغت تدریسېده، خو قرآن سره د چا ارتباط نه و، حدیث سره د چا ارتباط نه و. همدا وجه وه چې په تدریج سره دلته دا تنزل راغی او نن موږ د دغسې مختلفو حالاتو سره مخامخ یو. موږ باندې د کمونستانو هجوم، روسانو هجوم، داغې نه اوس وروسته دغه فساد چې دا اوسې موږ په مختلفو اشکالو باندې شاهد یو، د رسنیو میډیا په شکل باندې، دا موجوده فاسد نظام په شکل باندې چې مختلف اشکال موجود دي، دا ټول د هماغه نتیجه ده. نن چې کومه ویښتابه او کوم بیداری پیدا شوې ده زمونږ په دې ولس کې چې الحمدلله د شرق نه تر غربه پورې او شمال نه تر جنوبه پورې ځای پر ځای باندې علمای کرامو کې او خصوصا په دې ځوان نسل علماو کې د قرآن سره، د قرآن د فهم سره مینه پیدا شوې ده. دا نه چې ځان صرف په خپله زده کړي، بلکې دا مینه پیدا شوې ده چې خلکو ته څنګه د دې قرآن پیغام ورسوي، دا مینه پکې پیدا شوې ده. د قرآن عظیم الشان مکمل د تفسیر دورې، همدارنګه د قرآن فهمۍ په نوم باندې اجتماعات چې خپله په کابل کې تاسو د هغې شاهد یاستئ ځای په ځای باندې، او په مشرقي او مغرب کې او شمال کې او جنوب کې خو تر یو لکو خلکو پورې په هغې اجتماعات کې شرکت کوي، دا د دې ولس د دې کتاب سره د مینې علامه ده. او دغسې شیوخ القرآن لکه عابد صاحب، مولوی صاحب عبدالصبور، مولوی صاحب مظهر الدین فائز او داسې نور ډېر استادان په دې کې شپه ورځ چاپېره دي، شپه ورځ یې په ځان باندې یوه کړې ده او دا نه پېژني چې
کم ولایت ته څو وخت کې په څو زمانہ کې ځان ورسی او خلکو ته دا پیغام وی د دې قران عظیم شان څه حقوق دي په دې امت باندې هغه دا چې دا قران باید ناظره باندې زده کړی شي دا قران کې څه راغلی دي چې شی په کې را نازل شوی دی الله پکې موږ ته څه رالیږلی په دې فرمان کې په دغه خط کې دای باندې باید ځان پوه کړو څه احکام دي په دې کې ما چې ویل چې په دې کې د ټولو مشکلاتو حل دی په دې ځان پوه کړو چې هغه حل څه شی دی د ټولو امراضو علاج دی پکې هغه علاج څه شی دی په دې باندې ځان باید پوه کړو او په دې باندې عمل کول چې هر څوک چې زده کړي په دې باندې باید عمل وکړي او څلورم حق دا چې سم چې زده کړه عمل هم پې وکړه هغه باید بل ته هم ورسوم دغه بیداری چې دا نن پیدا شوې ده دا معنی نه ده چې یو څو د یو چا په فکر کې دا وګرځېږي چې نو دا بیداری خو پیدا شوې ده ولې موږ د دې مشکلاتو نه خلاصېږو دا امت ولې د دې مشکلاتو نه خلاصېږي لکه څنګه چې سلسلتن د څو قرونو په اوږدو کې د دې قرآن سره فاصله ونیول شوه او امت د ځمکې ته راوغورځېده دغسې به څو قرونه موږ کار کوو تر څو چې فرد فرد ته د دې قرآن پیغام ورسیږي زده یې کړي په دې باندې عمل وکړي په دې باندې ځان پوه کړي او دې ته دعوت شروع کړي او هر فرد د امت یو متحرک قرآن وګرځېږي بیا به موږ د دې مشکلاتو نه خلاصېږو کلم چې د دې کتاب سره په فردي ډول باندې چا رابطه پیدا کړې هغه فردي ډول باندې د مشکلاتو نه خلاص شوی دی امراض معالجه شوي که چا په ټولنیز ډول باندې د دې سره رابطه قطع کړې ده په ټولنیز ډول تباه شوی دی که رابطه یې ورسره جوړه کړې په ټولنیز ډول باندې د عروج مدارجو ته رسېدلی دی او که د نظام په ډول باندې دې قرآن سره رابطه پیدا کړې ده هغه د نظام په ډول باندې پورته تللی دی نو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ نن په دغسې یو مبارکه دینی غونډه کې دلته سره راټول شوي وو چې په دې دینی غونډه باندې د الله لخوا نه رحمتونه نازلېږي او الله پاک دې د حضرت شیخ القرآن محترم مولوی صاحب عبدالسلام عابد په علم کې اضافه والی راوړي د هغې په صحت کې دې الله پاک اضافه والی راوړي هغې ته دې الله پاک عافیت نصیب کړي او هغې ته دې الله پاک نورم توفیق په نصیب کړي چې شپه ورځ په ځان باندې وکړي او د دې کتاب د خپرولو دپاره کار وکړي او دغسې زموږ نور ټول څومره علما چې دي ټولو ته دې الله پاک توفیق په نصیب کړي او د دې ترڅنګ دې الله پاک موږ او تاسو ته دا توفیق په نصیب کړي چې موږ هم چې هغوی دا حق دا په ځان باندې ګڼي چې دې کتاب ته وخت ورکړي موږ هم په ځان باندې دا فرض کړو چې راشو وخت ورکړو او دا کتاب زده کړو دا کتاب یوازې د ملا کتاب نه دی دا یو کتاب یوازې د معلم کتاب نه دی دا یوازې کتاب یوازې د سپینګیری نه دی یوازې د تورګیری نه دی دا کتاب د ټول بشریت لپاره دی د سپینګیری لپاره دی د عالم لپاره دی د خزې لپاره دی د نر لپاره دی د ځوان لپاره دی د زوړ لپاره دی هر سړی باید په خپل حیثیت باندې راشي او دا کتاب باید زده کړي او د دې کتاب نه څه واخلي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وجزاكم الله خير ډاکټر صاحب په مننه سره چې موږ د قران کریم د حقوقو بیان وکړو او د قران کریم حقوق موږ ته بیان کړو الله پاک موږ ته توفیق ورکړي چې د قران کریم د حقوقو په ادا کولو سره د قران کریم خدمت وکړې شو او د قران کریم په فهم باندې ځان پوه کړو او هغه په خپل ژوند کې ان شاء الله عملي کړو د دې بحث پروګرام هم نوع اختتامیه هم اس او هم نوع افتتاحیه دوره یا دوره تفسیر قران عظیم شان از محترم شیخ القران مولوی صاحب عبدالسلام عابد خواهش میکنیم که به جایگاه خود تشریف برده و درس ما را انشاءالله و داره را انشاءالله آغاز بکنند. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفر الله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل لتهدي الناس إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران و خواهرای عزیز، خداوند متعال مجلس ما و شما را وسیله تکفیر گناهای ما و شما بگرداند. پروردگار عظیم توفیق مزید عبادت را نصیب ما و شما بکند و رب العالمین توسط عظیم مجلس با نور و با برکت در افغانستان امن و استقرار و نظام الهی را الله متعال حاکم بکند. برادرها، ما میخواهیم رو چند نکته داشته باشیم راجع به ای که بهتر فیض ببریم، سلسله آدابی که باید رعایت بکنیم در مجلس قرآنی او را تذکر بدون. قبل از او میخواهیم که در رابطه به تغییری که قرآن کریم آورده یک چند نکته داشته باشیم. جامعه جاهلی جامعه بود که از نظر اقتصادی بیشتر مردم فقط لنگ داشتند، یعنی پیراهن هم نداشتند و سوسمار، خرما و شیر غالبا خوراکشان بود. از این بیشتر چیزی را نمی‌شناختند که چگونه بخورند. از نظر سیاسی در بین دو امپراتوری این مردم قرار داشتند که نه فارس سرش حکومت میکرد و نه هم روم. از نظر اخلاقی، یعنی اگر دروغ پیدا نمیکردند که راست میگفتند، غلطی، اجحاف و ظلم، بربریت به حدش رسیده بود. از نظر اخلاقی تجاوز بر حریم و فحشا و رذایل اخلاقی و بلندترین قلیش بود. از نظر فکری و عقیدوی تنها در حرم مکی 360 بت را در داخل و بیرون کعبه جای داده بودند. به هر مشکل یک خدا ساخته بودند و هر کسی که میخواست با خدا و به جهت حل مشکلش برود باید به یکی از خداهای چوبی و سنگی باید رو میآوردن. تصور انسان از هم پاشیده شده بود. رسول ما صلی الله علیه و سلم انگامی که وضعیت مطالعه میکرد درد میدید که چرا این مردم از نظر اقتصادی هم خراب هستند، از نظر فکری هم خراب هستند، از نظر اخلاقی هم افتیدن، از نظر نظام هم افتیدن، در حالی که بشرن حق دارن که خوب زندگی بکنند. راه علاج و نسخه علاج چی است؟ بار بار می رفت به غار حرا و در اوجا از الله متعال امیر می خواست که خدایا برای ازی بشر نسخه علاج بده، نسخه تغییر بده. خداوند متعال اولین وسیله تغییر برش رهنمایی میکند و برش وحی میکند. اقرا به اسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. خلق الانسان من علق، انسان را آفرید از خون پارچه گوشت. اقرا و ربک الاکرم، بخوان که به نام پروردگارت که بسیار گرامی و مهربان است و خدای عظیمی که با واسطه قلم انسان را آموخت آنچه که نمیدانست. علمای حکمت و فلسفه میگویند که هر جایی که شما یک معلول میبینید او معلول تابع علت است، ولی هر علت از اسباب متعدد تکوین یافته. چندین سبب ها یک جا می شود، یک علت مؤثر را جور می کند، بعد علت معلول را بار می آرد
ارگاهی به اسلام ماشین به حرکت بفته تو بخوای نخوای معلول بیشتر شده میره و ادامه دارد. ادامه جهل جهل را پیدا میکند، نفاق نفاق را پیدا میکند، فقر فقر را پیدا میکند، بی اخلاقی بی اخلاقی را پیدا میکند. بعد میگن که اگر خواسته باشین که این حرکت را متوقف بکنین و بار دوم این معلول به وجود نبیاید، شما نسبت حکم را به علت نکنید، بلکه نسبت حکم را به سبب اول کنید، زیرا چندین سبب یک جا شده یک علت را ساخته است. علت خودش نمیتونه که مفضی برای حکم شود مستقیما، بلکه ساخته شده است از اسباب. علت کل بدبختی و سبب اول بدبختی انسان جهل است، نادانیش است. وقتی که ندانست عقیدش از دست میده، وقتی که ندانست مزدور دیگران میشه، وقتی که ندانست نفاق میکنه، وقتی که ندانست ذلیل میشه، وقتی که ندانست فرو مایه میشه، وقتی که ندانست اقتصادش از دست میده، وقتی که ندانست نفاق در مابینش پیدا میشه، وقتی که ندانست خودخواه میشه. و هر جایی که شما مشکل میبینید در حقیقت زاده جهل است. رب العالمین به رسول ما صلی الله علیه و سلم نگفت که بگو لا اله الا الله، ایره برش نگفت. و پیغمبر نگفت که با مشرک بجنگ، و پیغمبر نگفت که بت از بین ببر، و پیغمبر نگفت که به مردم بگو زنا نکنه، شراب نخوری، هیچی گفه نزد، بلکه برش گفت که بخوان. زیرا کل فساده که در هر پهلو که شما میبینین ایزاده جهل است. پس انسان که جاهل شد رابطیش با خودش هم قطع میشود، با خدایش هم قطع میشود، با جامعیش هم قطع میشود. ارگا انسان دانست در تحکیم روابط تلاش میکند، در استحکام روابط تلاش میکنه، بعد نمیخواهد ذلیل شود، میخواهد با عزیز باشد. هر جایی که مشکل است نافهمی است. از این خاطر قرآن کریم برای ما شما اولین وحی که بر قلب رسول ما صلی الله علیه و سلم میکند میگه اقرا، بخوان. بعد ما میبینیم که چه بسا اوقات فسادی را که ایجاد شده، معاملگیری هایی که ایجاد شده، رشوتی که وجود دارد، اختلاسی که وجود دارد، این همش از دست کسایی هستند که شهادت نامه های کلان کلان دارند. کل معاملگیری ها را چوپان نمی کند، کوچی نمی تانه بکند، دقان نمی تانه بکند، این را کسایی می کند که شهادت نامه های کلان کلان در اختیار دارند. اینها معامله گرند. چرا؟ خاطر که علم دارند ولی رابطیش با خدا خوب نیست. از این خاطر رب العالمین دستور میداد که اقرا به اسم ربک، بخوان به نام پروردگار. یک طرف خانش باشد، یک طرف اصالت با رب العالمین باشد، ترس از خدا باشد، که علمت سبب اغفال دیگران نشود، دیگران را فریب نتی به علمت، دیگران را چل نکنی کتش، اعتماد از اونها را نشکنون. پس تو وقت میتونی که به این ارزش قائل شوی که خودت رابطت با رب العالمین منظم باشد، بخوان به نام پروردگار. از این مقدمه فهمیدیم که علم اولین وسیله تغییر است، ولی مقصود نیست. علم اولین وسیله تغییر است، ولی مقصود نیست. زیرا علم انسان را نجات نمی دهد. چه بسا اوقات می بینیم که از عوام کرده دانشمندا سقوط می کنند. جایگاه علمایی که عمل نمی کنند در قرآن کریم با شدیدترین الفاظ تعبیر شده است. مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا
مثال آنانی که به علم عمل نمی کنند هم مانند خر است که پالانشان را می برد بار می برد. مثلهم کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث و تترک یلهث. صفت آنانی که به علم عمل نمی کنند هم مانند سگ است که جف می زند و سبانش را می شکشیده می باشد. عزیزای ما، پس جایگاه علما که عمل نمی کند در حضیض حیوانت می رود. پس دیدیم که علم وسیله نجات نشد، بلکه علم وسیله تغییر است. کدام علم جایگاه دارد که مقرون بوده باشد با عمل؟ رب العالمین عمل را به ما شما نصیب بکنند که بدانیم عمل بکنیم و به ارزش ها که می خوانیم و را حفظ بکنیم. پس تنها علم مقصود نیست، علمی که با عمل است، این را شریعت از ما می خواهد.